باید در سراسر جهان این تحریم‌ها اعمال بشه. اگه شما تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رو نقض بکنین، ما شما رو تحریم خواهیم کرد. یک روز بعد از اقدام جنجالی دولت ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا شماری از افراد و نهادهای فعال در برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران را تحریم کرد. آمریکا از این اقدام چه هدفی را دنبال می‌کند؟ پیامدهای آن برای ایران چه خواهد بود؟ این سوال را از یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا و یک تحلیلگر طرفدار سیاست‌های دولت ترامپ می‌پرسم. در ادامه برنامه امشب، قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام می‌گرفت. دفاع رهبر ایران از عملکرد حکومت در 40مین سالگرد حمله عراق. آیت الله خامنه ای میگوید تصمیم ها از اول تا آخر جنگ عقلانی بود. رهبر ایران میگوید هم جنگ با عراق عقلانه بود، هم پذیرش قطعنامه مدبرانه. این سخنان به ما چه میگوید؟ آیا پذیرش قطعنامه ابتکاری از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود یا حرکتی از سر ناچاری؟ این سوالمان از دو مهمان 60 دقیقه امشب است. هشدار درباره تشدید شیوع کرونا در ایران. تقریبا همه استان‌ها در وضعیت قرمزند. شرایط تهران بحرانی است. موسیقی نقش خاطره میزند. آهنگ‌هایی که در مقابله با فراموشی به کمک مغز میآیند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در ادامه کشمکش با ایران، مقام‌های ارشد دولت آمریکا در کنفرانس خبری تحریم‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی تازه اعلام کردند. گفته شد که تعدادی فرد، شرکت و نهاد فعال در برنامه هسته‌ای و نظامی ایران در فهرست سیاه قرار گرفتند. البته ایران اتهام تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. دقایقی پیش از این نشست خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم کشورها، شرکتها و نهادهایی را داد که با ایران اسلحه مبادله یا معامله کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند که این تحریم‌ها برای صلح و امنیت منطقه لازم است، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که تحریم‌های تازه آمریکا اهمیتی ندارد. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم تفاوت این تحریم‌ها با اقدامات قبلی آمریکا چیست و آیا آنطور که ایران می‌گوید این تحریم‌ها بی‌اهمیتند؟ اول گزارشی ببینیم از هادی نیلی. شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر نشد با درخواست آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همراهی کند. تحریم‌هایی که با توافق هسته‌ای، برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده بود. این واکنش آمریکا است که می‌گوید با قدرت و اختیاراتی که دولت ایالات متحده دارد، می‌خواهد این تحریم‌ها را اعمال کند. جلسه خبری مشترک از مقام‌های ارشد آمریکا که می‌گویند از توان مجموعه‌های زیردست خود برای افزایش فشار بر تهران استفاده می‌کنند. وزیر خارجه مایک پومپو از تحریم بخش تدارکاتی وزارت دفاع ایران خبر داد و درباره عواقب نقض تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران هشدار داد. دستور ریاست جمهوری پرزیدنت به ما یک ابزار جدید دیگه رو میده که بتونیم تحریم تسلیحاتی علیه ایران رو اعمال بکنیم و پاسخگو بکنیم اونهایی که بخوان این تحریم ها رو نقض بکنن. امروز من اولین گام رو تحت این دستور برمیدارم با تحریم کردن بخش تدارکاتی وزارت دفاع ایران و همینطور صنعت سازمان دفاعی ایران و مدیر کلش. ما همینطور داریم نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا رو هم تحریم میکنیم، چرا که حکومت ایران برای زیر پا گذاشتن تحریم تسلیحاتی با اون دولت همکاری کرد. به نظر ما باید در سراسر جهان این تحریم ها اعمال بشه. اگه شما تحریم های تسلیحاتی علیه ایران رو نقض بکنین، ما شما رو تحریم خواهیم کرد. حمید رضا کردوانی و احمد شواد کسانی دیگه هستن که تحت
فرمان ما برای منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای تحت تحریم قرار خواهند گرفت. این افراد مرکزی هستند در فعالیت‌های ایران برای غنی‌سازی ایران. وزیر دارایی آمریکا استیو منوچین گفت که تعدادی از افراد فعال در برنامه‌های توسعه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای ایران را به فهرست تحریم‌ها افزودند. دولت ایالات متحده آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران دنیا را با سلاح‌های جدید بالستیکی و سلاح‌های متعارف مورد خطر قرار بده. امروز وزیر خزانه داری آمریکا کسانی که دخیل هستند در برنامه‌های بالستیک و تسلیحات ایران را تحت تحریم قرار می‌دهد. همینطور مقامات ارشدی که ناظر هستند بر توسعه برنامه‌های بالستیکی و هسته‌ای ایران، کسانی که مربوط هستند به سازمان انرژی اتمی ایران که نظارت داره بر برنامه‌های هسته‌ای ایران به لحاظ عملیاتی و تدارکاتی و مسئول تحقیقات هسته‌ای و توسعه هسته‌ای در ایران هست. 3 نفر از معاونان این سازمان امروز تحریم شدند و همینطور 3 نفر دیگر از همین‌ها که جز بازیگران فعال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران هستند. همینطور بعضی از تولید کنندگان و تأمین کنندگان موادی که کاربرد دوگانه دارند در توسعه سلاح‌های بالستیکی رو ما تحت تحریم قرار میدیم. وزیر بازرگانی ویلبر راس نام‌های افراد و شرکت‌هایی را خواند که به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. آمد نوزاد گولیک بنام پورامانیدی همید سوپدری موجی دروپا فرادی گونسو سیاد جوواد آمدی. فهرستی بلند بالا از 20 و چند فرد و شرکت که مقام‌های آمریکایی می‌گویند به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و تسلیحاتی ایران کمک کردند. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر هم از آماده بودن نیروهای نظامی این کشور برای هر اتفاق احتمالی در منطقه خاورمیانه خبر داد. نیروهای نظامی ما در خاورمیانه همیشه در حالت هشدار باش و آماده باش هستند. ما همیشه در حال تعدیل و یا تطبیق بالا بردن این حالت هستیم. همیشه با فرمانده ستاد مشترک هم صحبت میکنیم. او با فرمانده دیگه در تماس هستش و بتونیم که تمام آمادگی عملیاتی خودمون رو نگه داریم از طریق ارتباط تماس بسیار نزدیک با نهادهای اطلاعاتیمون و همینطور متحدان منطقه‌مون. برای همین ما بسیار احساس اعتماد به نفس میکنیم در ارتباط با آمادگی خودمون برای هر اتفاقی که بخواد در منطقه بیفته. مهم این هستش که ایران با تعهدات خودش در نسبت به قوانین بین‌الملل اجرا بکنه. این تحریم‌های تازه همچنین پشتگرم به دستور اجرایی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر کرده برای بلوکه کردن اموال افراد مرتبط با فعالیت‌های تسلیحاتی ایران. در این مدتی که دولت دونالد ترامپ از برجام کنار کشیده، وزارت خارجه یا وزارت دارایی هر چند هفته یک بار مصداق‌های جدید برای تحریم‌های ایران را اعلام کردند. اما این بار دولت آمریکا می‌خواهد نشان بدهد در اجرای تحریم‌های سازمان ملل که می‌گوید حالا احیا شده‌اند جدی است، هرچند حمایت سازمان ملل و همپیمانان اروپاییش را نداشته باشد. همزمان با جلسه خبری مقامات ارشد آمریکا، جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست شورای روابط خارجی آمریکا حرف زد. او گفت که تحریم‌های تازه اعلام شده اثری بیش از تحریم‌های قبلی ندارد و اینکه اگر آمریکا به برجام برگردد هم باید خسارت‌هایی که به گفته جواد ظریف به ایران زده را جبران کند. ضمن تأکید بر اینکه مقام‌های تهران حاضر نیستند دوباره بر سر برجام مذاکره کنند. بعد از اعدام نوید افکاری برخلاف اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی گسترده، افراد و گروه‌های متعددی خواستار لغو این جلسه با حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی شده بودند اما برگزار شد. دولت دونالد ترامپ در این آخرین هفته‌های ماراتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ایران را در یکی از نقاط تمرکز سیاست خارجی‌اش نگه داشته، سیاستی که هرچند از نقاط اختلاف اصلی واشنگتن با همپیمانان اروپایی‌اش شده، اما حمایت متحدان دیگری مانند اسرائیل، عربستان و امارات را با خود همراه دارد. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. ریچارد جانسون، هماهنگ کننده دفتر اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا در دوران باراک اوباما از واشنگتن دی سی با ماست. آقای جانسون، خوش آمدید به برنامه. ابتدا نظرتون رو بشنویم راجع به گفته های امروز مایک پومپئو و محمد جواد ظریف. متشکر هستم که از من دعوت کردین. در ارتباط با کنفرانس مطبوعاتی مایک پومپئو، راستش رو بخواید من خیلی حرف خاص و ملموسی ندیدم. خیلی روشن هست که آمریکا میخواد به سیاست فشار حداکثری علیه ایران ادامه بده و این هم روشنه که داره سعی میکنه این پیام رو بده که داره به حق تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو از طریق مکانیزم ماشه
اعمال میکنه. مشکل این هستش که جامعه بین الملل، مشخصا اعضای شورای امنیت سازمان ملل، اساسا موضع آمریکا رو رد کردند. در واقع حتی دبیر کل سازمان ملل آنتونی گوترش گفت که او نمیتواند رهنمودی به هیچ کدام از اعضای شورای امنیت در ارتباط با تحریم علیه ایران بده. بنابراین اونچه که امروز شما دیدین نهایتا نمادین بودن. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شدن در واقع نوعی دوباره کاری بودن. تحریم هایی بودن که از قبل توسط آمریکا علیه ایران اعمال شد و من فکر می کنم که نتایج ملموسی داشته باشه و فکر می کنم که تلاش آمریکا فقط تلاشی است در جهت از بین بردن توافق هسته‌ای که در حال حاضر در حال تعلیق هست، ولی فکر نکنم خیلی جواب بده. اما در ارتباط با حرفای محمد جواد ظریف باز هم حرف جدیدی ندیدم. فکر میکنم جالب بود که محمد جواد ظریف یک بار دیگه تأکید کرد که ایران حاضره به برجام برگرده اگر آمریکا هم به برجام برگرده. محمد جواد ظریف به روشنی گفت که ایران به گفته او نمیخواد دوباره برجام رو به مذاکره بذاره، چون یک توافقی بوده که از قبل منعقد شده. اما من متوجه شدم که محمد جواد ظریف کامل این ایده رو رد نکرد که یک توافق ضمیمه هم بعد از برجام داشته باشه، اما به شرط اینکه آمریکا حسنیت خودشو با بازگشت به برجام نشون بده. بنابراین اون چه که از طرف ایران و آمریکا دیدیم بیشتر از همه یک تئاتر سیاسی و نمایش بود، اما واقعا تغییری در شرایط موجود به وجود نمیاره و اگه قرار باشه تغییری به وجود بیاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در آبان ماه به وجود میاد. جانسون به عنوان کسی که از نزدیک با برجام در دوران باراک اوباما در ارتباط بودید، فکر نمی کنید که بخشی از ایرادهایی که دولت ترامپ به برجام می گیره ایرادهای بجاییه؟ اساساً دولت ترامپ از همون اول زمانی که روی کار آمد، و من رو به عنوان یک کارمند دولت میگم، به عنوان کسی که یک سال و نیم در خدمت دولت اوباما بود، الان به شما میگم که برای دولت ترامپ مشکل واقعا توافق هسته‌ای نبود، بلکه فعالیت‌های دیگه ایران در منطقه بود، بحث تروریسم و همینطور بحث برنامه‌های موشکیش، تمام دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که دولت اوباما هم داشت. اما تنها دلیلی که توافق هسته‌ای فقط روی موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران تمرکز داشت این بود که فقط می‌خواست دنبال خطرناک‌ترین اتفاقی بیفته که ممکن بود به وجود بیاد و اون هم گسترش برنامه هسته‌ای ایرانه. می‌خواست جلوی اون رو بگیره و بعداً برسه به اون مسائل دیگه مثل تروریسم و بحث موشکی و مثلا ایران حالا شاید با کسان دیگه وارد مذاکره بشه و غیره، و یا آمریکا هم بعداً بتونه روی ایران فشار بیاره بر سر این مسائل دیگه جدا از بحث هسته‌ای. برمی راستش رو بخواین موضع دولت اوباما زیاد با موضع دولت ترامپ فرق نداره، اما فرقش اینه که دولت ترامپ خواست برگرده به اون بحث فعالیت‌های هسته‌ای ایران که برجام جلوی این فعالیت‌ها رو گرفت و ایران رو محدود کرد و اجازه نداد که ایران اون مواد لازم رو برای تولید موشک به وجود بیاره. بنابراین به نظر من دولت ترامپ میتونه سر توافق برجام بمونه به رغم ایرادهایی که خودش به برجام گرفته و همون گام‌هایی رو برداره که دولت اوباما برداشت. آقای جانسون، امروز هم دوباره مقام‌های دولت ترامپ اعلام کردند که دولت باراک اوباما 150 میلیارد دلار پول نقد در چندین هواپیما به ایران فرستاده. شما نظرتون چیه؟ حقیقتاً چقدر پول نقد به ایران پرداخت شد؟ مسلماً این حرفی که زده شدن حرف درستی نیست. من فکر کنم اونچه که من شنیدم آقای اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ این ادعا رو تکرار کرد که آمریکا 150 میلیارد دلار به ایران داد و 1.5 میلیارد هم از طریق هواپیما به ایران فرستاد. این بیشتر یک داستان افسانه‌ای هست، یه حکایت هست، واقعیت نداره. اون رقم 150 میلیارد دلار تا اونجایی که من اینو فهمیدم، فکر کنم اصلا اینا اشتباهی روی کاغذی که به کنگره آمریکا تحویل شد یه صفر اضافه اشتباهی تایپ کردن. واقعیت این هستش که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از همون اول گفتند
اولا اون پولی که به ایران تحویل داده شد پول آمریکا نبود، پول متعلق به ایران بود که بانک ها دیگه از حالت مسدود بودن خارج کردن و پولی بود که ایران به طور بالقوه میتونست تحویل بگیره بدون اینکه بخواد صبر بکنه تا مثلا مناقشه های مالیش حل بشه. اون پولی هم که ایران تونست بگیره بیشتر فکر کنم رقمی حدود 50 میلیون دلار بود که ایران نقد تحویل گرفت، اون هم برای حل برای بازسازی زیرساختای خودش. اون رقم دیگه‌ای که اعلام شد بیشتر مربوط میشد به پولی که زمان شاه ایران داده بود به آمریکا برای تحویل گرفتن یه سری سلاح که تحویل نگرفت، و دلیلی که اون پول اون 1 میلیارد خورده‌ای رو آمریکا به صورت نقد به ایران داد برای این بود که این پول در بانک ها مسدود شده بود. اما در حال حاضر فقط این یک بحثه که به صورت نظری ما میتونیم راجع بهش داشته باشیم، اما واقعا ارتباطی به اون موضع سیاسی آمریکا نداره، بیشتر یک بحث نمادین هستش که مانع از این میشه که بشه در زمینه فعالیت های منطقه ایران به پیشرفتی نائل شد. متشکرم ریچارد جانسون، هماهنگ کننده دفتر اجرای برجام در دوران باراک اوباما. و ما به نام طالب لو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی FDD از واشنگتن دی سی ما پیوستن. آقای طالب لو، شنیدید صحبت های آقای جانسون رو، نظر شما چیه؟ آیا اونطور که محمد جواد ظریف میگه این تحریم ها بی اهمیته؟ آقای طالب رو صدای منو دارید؟ Well, great to be with you. متشکرم هستم که از من دعوت کردین. خیر، من فکر می‌کنم که وزیر خارجه ایران بار دیگر اشتباه کرد. گام هایی که امروز آمریکا از طریق فرمان ریاست جمهوری برداشت ایجاد شرایطی هستش که آمریکا حالا داره از ابزار تحریم های ثانوی و یک جانبه خودش استفاده میکنه برای اعمال تحریم هایی که قرار بود از طریق چند جانبه اعمال بشن. گام هایی که امروز برداشته شد، تصمیماتی که امروز آمریکا گرفت برای این هست که برای بحث تحریم تسلیحاتی ایران و زمان انقضای اون موعد تحریم ها هستش که مثلا دولت آمریکا شما میبینین که اشاره میکنه به جلوگیری از انتقال و فروش سلاحهای به ایران که یا تجهیزاتی به ایران که میتونن موارد دوگانه داشته باشن، هم استفاده بشن توی مثلا توسعه موشک‌های بالستیک یا استفاده در قایق‌های تندرو نظامی، ولی میتونن کاربردهای دیگه هم داشته باشن. بنابراین این تجهیزات در حالت عادی نمیتونه به ایران فروخته بشه. بنابراین ما وقتی به ماه اکتبر برسیم و بعضی از کشورها فکر کنن که تحریم تسلیحاتی علیه ایران دیگه اعتبار نداره، با اون وزن و مجازات تحریم های ثانوی آمریکا روبرو خواهند شد. ولی داریم راجع به اقتصاد بزرگی مثل چین حرف میزنیم یا مثل روسیه. آقای ترامپ تهدید کرد که اگر که مبادلات تسلیحاتی با ایران کشوری انجام بده اونها رو تحریم میکنه. واقعا فکر میکنید که آقای ترامپ حاضر روابط گسترده اقتصادیش با چین رو به خاطر کشور در مقایسه با چین کوچکی مثل ایران به خطر بندازه؟ برای این جواب دادن به این شما لازم هستش که شما ببینین که چقدر ایران برای روسیه و چین مهم هستش. هم چین و هم روسیه دارن از ایران به عنوان یک کارت بازی استفاده میکنن، به عنوان یک کارت در دعوای ژئوپلیتیک خودشون با آمریکا استفاده میکنند. مثلا میبینید که چین و روسیه تمام قطعنامه هایی که از سال 2010 تا 2017 علیه ایران اعمال شد رو امضا کردن، تمام اون قطعنامه هایی که امروز خود دولت ترامپ هم میخواد با استفاده از اختیارات یک جانبش اعمال بکنه. برای همین ایران رو تبدیل به اون چه بزرگتر از اون چه که هست در موقع نسبت به چین و روسیه نکنیم، ولی وقتی کار به جای باریک بکشه روسیه و چین تصمیم درست رو میگیرن. حالا اگر نگرفتن چه؟ اگر تصمیم به گفته شما درست و نگرفتن چه؟ آمریکا آیا واقعا حاضر بره در رو در روی اقتصادی با چین سر ایران؟
در بهترین حالت، در بهترین شرایط، شما وقتی به ماه اکتبر برسیم و موعد تحریم تسلیحاتی ایران منقضی بشه، روسیه و چین کار خاصی نخواهند کرد، برای اینکه اونا منتظر هستن ببینن که در ماه نوامبر یک ماه بعدش در انتخابات آمریکا چه اتفاق میفته. بله، اگه دولت آمریکا عوض بشه، اون موقع نباید نگران یک رودرروی اقتصادی باشیم بر سر ایران نسبت به چین یا روسیه، برای اینکه خب آمریکا هم میخواد برگرده به برجام تا وقتی که ایران هم برگرده. ولی اگه اتفاق نیفته و ترامپ برنده بشه، اون موقع خیلی این بحث نیستش که واقعا بحث این موقع این خواهد بودش که چین چقدر میخواد روی ایران رو به عنوان وضع حساب بکنه. ولی اگه اونجوری که شما میگین بخواد چین بی توجهی بکنه به تحریم ها، هر کسی که با ایران داد و ستد بکنه، چه شرکت چینی باشن چه شرکت ایرانی، بله تحت تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت. متشکرم. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی. در 40مین سالگرد شروع جنگ عراق و ایران، امروز رهبر ایران گفت که این جنگ با وجود همه مشکلات و خساراتش برکاتی داشت و باعث پیشرفت کشور شد. آیت الله علی خامنه ای با انتقاد از کسانی که مجموعه سیاستگزاران جنگ را به بی‌تدبیری متهم می‌کنند، گفت سیاست دفاعی جمهوری اسلامی از اول تا آخر جنگ عقلانی بود. او تصمیم آیت الله خمینی به پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ را مدبرانه خواند. این در حالی است که تا به حال بسیاری از طرفداران آقای خامنه ای پذیرش قطعنامه را تحمیلی و ناشی از همراهی نکردن سیاستمداران وقت با دیدگاه های سازش ناپذیر آقای خمینی دانستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تابلوهای کشته های جنگ در میان چفیه، بر روی صندلی های خالی، در کنار مقامات ماسک بر دهان، دنیا عوض شده. آنگونه که چالش های این دوران 40 سال بعد از حمله عراق به ایران از جنس دیگری هستند. اما برای حکومت در ایران خیلی چیزها هم عوض نشده. آنچه عوض شده شکل و شمایل رودرروی ایران با نظم جهانی مورد نظر غرب و آمریکاست. گاهی رهبران ایران ناگزیر شدند کوتاه بیایند و گاهی هم ایستادگی کردند. به گفته رهبر ایران، کوتاه آمدن در جنگ 8 ساله با عراق عقلانی ترین تصمیم بود. قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام می گرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عقلانه نبود، امام انجام نمی داد. اما آن تصمیم عقلانی پایان مشکلات ایران نبود، چون تصمیمات دیگری گرفته شد که عقلانی بودن آنها همچنان محل بحث و مناقشه است، مثل برنامه هسته‌ای ایران. سالها تحریم و ادامه فشارهای جهانی ایران را به تصمیم دیگری کشاند، آنگونه که کشورهای غربی را. ایده صدور انقلاب پابرجا ماند، اما ایران و غرب با هم کنار آمدند. ورق برگشت، آمریکا زیر توافق هسته‌ای زد و حالا نه فقط توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران را می‌خواهد، رهبری آمریکا نگاه کنید، بلکه با 12 شرط می‌خواهد ایران کلاً ایده صدور انقلاب را کنار بگذارد. ایده‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها یک آرمان و برای خیلی‌های دیگر یک خیانت است. آیت الله خامنه‌ای امروز نوشیدن جام زهر را عقلانی‌ترین تصمیم خواند. اما خیلی ها می خواهند امروز هم در مقابل فشارهای آمریکا باز جام زهر بنوشد. رهبران ایران خواهند گفت شروع جنگ با عراق به خاطر حمله صدام به ایران بود و شروع محاصره اقتصادی امروز ایران هم به خاطر حمله ترامپ به برجام. ولی مخالفان حکومت هم می گویند هم حمله صدام و هم حمله ترامپ نهایتاً ناشی از ایده صدور انقلاب بود. گسترش نفوذ ایران امروز این کشور را به یک قدرت منطقه‌ای با نیروی بازدارندگی بالا بدل کرده، اما به قیمت بحران و تنش در روابط خارجی و بهای سنگین برای اقتصاد ایران. جمهوری اسلامی، رهبر ایران امروز هیچ نشانه‌ای از کوتاه آمدن به دست نداد و شاید معتقد است فشارهای امروز مثل زمان جنگ مزیت هم دارد. جنگ به طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشنه، اما برای ما از این پدیده سهمگین و خشن 8 ساله این برکاتی که من حالا چند تاشو شمردم برای ما حاصل شد و بیش از این هاست. شاید با انتخاب دوباره دونالد ترامپ در آمریکا محاسبات ایران تغییر کند. شاید هم نکند.
فعلا برای رهبران ایران نهضت ادامه دارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره مسعود خدابنده، مسئول حفاظت رهبری سازمان مجاهدین خلق در سالهای 60 تا 74 از لیدز بریتانیا با ماست. آقای خدابنده، معتقدند پذیرش قطعنامه 598 از ابتکارات آقای خمینی بود و نشان بازیخوانی او. و مهدی فتاپور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران از کلن با ما هستند. آقای فتاپور معتقدند آیت الله خمینی در شرایط اجبار و از روی ضعف قطعنامه را پذیرفت برای اینکه ایران امکان ادامه جنگ را نداشت. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای فتاپور، با شما شروع بکنیم. چرا فکر میکنید که آیت الله خمینی از روی ضعف قطعنامه را پذیرفت؟ وقتی که جنگ رو شما یک بار مرور میکنید، میبینید در دو سال اول جنگ برخی نکاتی که آقای خامنه ای گفتند وجود داره، یعنی اینکه یک همبستگی ملی به وجود اومده، ایرانی ها به طور وسیع در جبهه شرکت میکنند، حمایت میکنند، مردم کشور ابتکارات خاص خودشون رو به کار میبرند و حتی در رابطه با نیروی هوایی بخشی از خلبانانی که تصفیه شده بودند حاضر میشن برگردند، میان و خیلی هم خوب میجنگند. ما در بعد از عملیات بیت المقدس که فتح خرمشهر هست، حالا بنا به گفته و تبلیغات عمومی که ایران میخواست کربلا رو فتح کنه و یا اگر به خاطرات آقای رفسنجانی تکیه بکنیم، هدف این بوده که یک پیروزی به دست بیارن و با این پیروزی برن پای میز مذاکره، ما عملیات متعددی داریم. عملیات رمضان تو 30,000 ایرانی کشته میشن، هیچ به دست نمیاره. عملیات خیبر 40,000 تا کشته میشن، همین وضعیت. فقط شاید عملیات فجر بوده که یه مدت کوتاهی میتونن فاو رو بگیرن و بعد از دست میدن، و آخریش هم که عملیات کربلا بوده که برای فتح بصره بوده، 60,000 نفر کشته میشن. یعنی ایرانی‌ها به ایران به طور متکرر شکست میخوره. ولی مهمتر از این اینه که وقتی ما رجوع بکنیم به نامه سپاه به آقای خمینی و بعد صحبت‌های آقای رفسنجانی و خاطرات دیگر مسئولین رژیم، ما می‌بینیم که در اون دوره همشون تکیه می‌کنن روی اینکه اون حمایت مردمی از جبهه از بین رفته، دیگه مردم حمایت نمی‌کنند. از اون طرف بودجه دولت چیزی نزدیک به 1/3 شده، یعنی 700% ایران سقوط کرده از نظر اقتصادی از نظر دولت بودجه. و بعد در همه زمینه‌های نظامی ایران به طور مرتب تضعیف شده. مثلا براتون یک مثال من وقتی میزنیم، ایران در ابتدای جنگ 4500 تا هواپیما داشته، عراق 3700 تا، و هواپیماهای ایران بخشی هواپیماهای F-14 و بهترین هواپیماهایی بوده که در دوران رژیم گذشته از آمریکا خریداری شده بوده و خلبانان بسیار برجسته ایران داشته، در حالی که عراق در هر دو این زمینه‌ها ضعف داشته و خلبانای مصری بخشی میومدن کمک میکردن به عراق. در انتها در زمانی که قرارداد بسته میشه، ایران از 4000 تا هواپیما براش 500 تا، 4500 تا براش 500 تا مونده و عراق 3700 تا شده 6000 تا، یعنی 12 برابر ایران هواپیما داره. و مسئولین سپاه مرتب در نامه‌شون کاملا نوشتن با آقای خمینی که ما نمیتونیم به این وسیله جنگ رو ادامه بدیم و تا 5 سال دیگه نمیتونیم عملیات موفق داشته باشیم، و تا اون زمان اگر بتونیم در جهت اسلحه لیزری یا اتمی حرکت بکنیم، ما میتونیم جنگ رو ادامه بدیم، و یک بودجه سنگینی از دولت میخوان، دولت هم نمیتونه. یعنی همه اینها نشون میده که ایران امکان ادامه جنگ رو نداشته، و اگر ادامه میداده باز هم شکست های سنگین بیشتری میخورد. آقای خدابنده، با این توصیفات شما چرا فکر میکنید که آقای خمینی ابتکار به خرج دادن با پذیرش قطعنامه 598؟ من فکر میکنم که آقای فتاپور درست میگن، ولی خب یه بخشایش رو من از زاویه دیگه میبینم که احتمالا ایشون نبودن، من تو عراق بودم اون موقع. وقتی که قطعنامه رو عراق بود و گذاشتن، عراق در حال شکست بود، یعنی دیگه قطع امید کرده بودند این قطعنامه رو بردن. ایران در حالی بودش که نمیخواست بگیره این قطعنامه رو قبول کنه، چون میتونست باز بیشتر زمین بگیره. و در این یک ماه مسائلی که برای ایران به وجود اومد، اون چیزی که ایران دید، فرض بکنید کشته شدن حجاج در عربستان که ایران میگفت به گلوله بستن، عربستان گفت زیر دست و باله شدن، سقوط زدن هواپیمای ایرانر که روی خلیج فارس زده شد، اینا نشانه هایی بود که اگه امضا نکنی همه پشت سریای صدام که به جز سوریه الباقی دنیا بودن نخواهند پذیرفت که تو بیای بری بصره رو بگیری. این رو من خب از عراق می دیدم. این که
صدام شروع کرد که خب اون خودش میگفت شروع کرده. این که قطعنامه رو گفت آقای خمینی که من زهر خوردم، زهر رو که آدم به حتما مجبور بوده که بخوره، یک بهایی رو پرداختم که یه بهای بزرگتری رو بقیه نظام، چون آقای خمینی خودش فرد که نیست، یه جمهوری اسلامی دیگه، جمهوری اسلامی رو نجات دادم. با این قسمتش خب من موافقم با ایشون که گفتن، و با آقای خامنه ای هم موافقم، میگه که مدبرانه بود. خب در یه همچین شرایطی جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده که واکنشی عمل نمیکنه و اونجا هم نکرد. بعد از من این رو حالا دیگه شخصا دیدم که بعد از این که ایران قطعنامه رو قبول کرد، صدام نمیخواست این اتفاق بیفته. آینده رو میدید، کسی که زمین نگرفته و 8 سال جنگیده، پشت سرش هم بهاشو پرداخت، کویت و بعدم که گرفتن اعدامش کردن. این قضیه رو به شروق مختلف ببینید، رفت درست بعد از قطعنامه رفت سردش رو زد با سلاح شیمیایی. من اونجا بودم، اومدیم عملیات فروغ جاویدان، قبلش آقای رجوی رفت عربستان صحبتش رو کرد، پلان بی، برنامه دوم، اگر ایران واکنش نشون نده چه بکنیم؟ چون کسی نمیخواست ایران واکنش نشون نده، میخواست این از همه بالاتر صدام و عربستان نمیخواستن ایران واکنش نشون نده. شما میگید که جام زهر، من میگم بعد از جام زهر. ببینید اون موقعی که فروغ جاویدان مجاهدین شکست خوردن، اون موقعی که صدام همزمان نتونست خرمشهر رو بگیره، ایران میسایل و موشک داشت که مقر ما رو، من تو فلق دوی عراق بودم، مقر ما رو میتونست بزنه، نزد، وارد عراق نشد. و این رو من الان هم میبینم. ببینید وقتی که حالا مقایسه کردید شما تو خود برنامه که الان چی کار دارن میکنن، الان هم اون دیپلماسی و اون حواس جمعی رو دارن. بسیار خب، اجازه بدید پس از آقای فتاپور بپرسم، چون میخواستیم بحث رو برسونیم به امروز و شرایط امروز جمهوری اسلامی. و آیا آقای فتاپور فکر میکنید که صحبت‌های امروز آیت الله خمینی خامنه‌ای آماده کردن افکار عمومی برای شاید چیزی شبیه قطعنامه 598، شما یا این شباهت‌های تاریخی رو میبینید؟ ببینید در مورد مسئله تاریخی من دوباره یه نکته رو اشاره بکنم. اگر کوتاه لطف کنید آقای فتاح. بله، پذیرش قطعنامه کار درستی بود. ولیکن در مورد مسئله ایران این سوال برای ایرانی ها همیشه مطرح بوده که چرا این کار 6 سال پیش صورت نگرفت؟ یعنی ایران باید 6 سال قبل از اون زمانی که در موضع قدرت بود و عراق رو خارج کرده بود این کار رو میکرد، غرامت هم میگرفت، 1 میلیون ایرانی کشته نمیشدن، این همه هزینه هم داده نمیشد. همین وضعیت و عراق هم داشتش که چطور به ایران حمله کرده چیزی به دست نیاورده. در ایران هم مسئله در اینجاست که ما در شرایطی هستیم که سالها سیاستی رو پیش بردیم که ضربات جدی خورده به ایران. خیلی هرچند از نظر تاریخ قرینه سازی غلطه، ولی به هر حال به دلیل اینکه از نظر سیاسی یک شباهتهایی به اون دوران داره. و حالا به هر حال در دوران اوباما این امکان وجود داشت که ایران بتونه مذاکره بکنه و بتونه ادامه بده برجام رو و روابط رو بهبود ببخشه. سالهای قبلترش هم این کاملا امکان پذیر بود در دوره های متعدد، در دوران کلینتون و غیره. حالا یه دوره‌ای که حمله عراق شد، دوره بوش محور شرارت نمیشد، و یک دوره مثل الان ترامپ که از طرف مقابل از برجام اومده بیرون و در واقع آمریکاست که داره فشار بیشتر میکنه و امکانات هر نوع راه رو میبنده. ولی در دوره‌های متعددی میتونست ایران این کارو نکرده، همون اتفاقی که در دوران جنگ افتاد. و طبیعیه که به هر حال این روندی که پیش میره، هر روز ایران بیشتر تحت فشار قرار میگیره و به هر حال این روند باید تغییر بکنه. حالا باید بعد از انتخابات آمریکا دید که اگر انتخابات آمریکا تغییر بکنه، انتخابات آمریکا در واقع رئیس جمهور تغییر بکنه، خب طبیعتاً امکانات جدیدی به وجود میاد و ممکنه این صحبت‌ها به اون دوران مربوط بشه. اطلاعی باید مشخص داشت که آیا منظور اونه یا نه، میتونه مربوط باشه. آقای خدابنده، شما این قرینه‌سازی تاریخی را می‌بینید؟ من این قرینه‌سازی رو به خصوص در رابطه با قاسم سلیمانی می‌بینم. ببینید یک نوعی برخورد کردن که به جنگ نکشه. خیلی ها میخواستن به جنگ بکشه. حالا نمیگم خود آقای ترامپ، ولی خیلی ها تو منطقه، چون من عراق میرم میام، خیلی ها میخواستن که این مسئله به جنگ بکشه ولی نکشید. یعنی من اون دیپلماسی رو میگم که به قول معروف حکومت آخوندی تو پشت درهای بسته رعایت میکنه. قرارداد بستن با آمریکا برای ایران مشکلی نداره، میخواد زمان مشخصش باشه، اون چیزی که میتونه رو بگیره مشخص باشه، به اون چیزی که میتونه ثباتشه، یعنی چیز دیگه که نمیخواد. که شما میگید موشک داره، خب موشک اگه که این بدونه که کسی نمیخواد بهش حمله بکنه، موشک میخواد چیکار بکنه؟
این نوع قرینه رو من میبینم و طبعا مشخصا منتظر بالاخره اینی که با کی طرف هستش هم مسئله است، ولی ایران در زمانهای مشخص نشون، حکومت من منظورم مردم نیست، حکومت ایران در زمانهای مشخص نشون داده که قابلیت انعطاف بالایی داره و میتونه جایی که هست زهر بخوره. زهر خوردن هم چیز راحتی نیست و اگه لازم ببینه زهر میخوره. من فکر میکنم الان هنوز به اون نقطه نرسیده و ثباتش تحت چیز نیست که بخواد یه همچین کار رو بکنه، ولی اگه پاش بیفته حتما میکنه، چرا نکنه، نشون داده. خیلی کوتاه آقای فتاپور، اگر که دونالد ترامپ دوباره رأی بیاره، آیا فکر میکنید ایران حاضر جام زهر رو بخوره؟ مسئله ایران هنوز هم معلوم نیست که به هر حال ایران تا چه حد میخواد انعطاف بده. باید ثبت کرد تا دید، حتی اگر بایدن رأی بیاره. همونطور که مطرح کردم، مسئله مرکزی اینه که باید سیاستی که وجود داشته تغییر بکنه در اون حالت. خب امیدوارم من هم که این اتفاق بیفته به سود جام کشور ایرانه. در صورتی که دونالد ترامپ رأی بیاره، خب طبیعتاً باید منتظر بود ببینیم که سیاست ایشون در دوره‌های بعدی چه خواهد بود و اگر همین روال کنونی بین رابطه ایران و آمریکا پیش بره، ما باید روزهای سختی رو در پیش خواهیم. آقای خدابنده، در 4 سال گذشته آیت الله خامنه‌ای بارها تکرار کرد که به هیچ وجه با دونالد ترامپ مذاکره نمی‌کنه، اما اگر که در نوامبر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه، فکر می‌کنید آیت الله خامنه‌ای حاضر به پای میز مذاکره بره؟ خیلی کوتاه. آقای خامنه‌ای لازم نیست پای میز مذاکره بره. مذاکرات هیچ وقت به این صورت سیاه‌سفید نیست. یعنی مذاکره‌ای که بین ایران و آمریکا انجام بشه، چه آقای ترامپ چه دموکرات‌ها، مذاکراتی است که از نقطه زیر صفر شروع میشه، پشت درهای بسته شروع میشه، معمولا بین بازرگان‌ها شروع میشه و به یه نقطه‌ای میرسه که در اون نقطه، چرا نه، آقای خامنه‌ای هم وقتی ببینه به نفع کارش هست و قبول میکنه. متشکرم. طرف مذاکره اون نیست. متشکرم از شما مسعود خدابنده و مهدی فتاپور. رهبر ایران از مردم خواسته که کرونا را دست کم نگیرند و به توصیه‌های بهداشتی عمل کنند. آیت الله علی خامنه‌ای گفته جان باختن روزانه ده‌ها ایرانی مانند این است که هر روز یک هواپیمای مسافربری سقوط کنند. مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند کشور درگیر موج سوم شیوع این ویروس شده و وضعیت تهران بحرانی است. باران عباسی گزارش می‌دهد. علی خامنه‌ای درباره وخامت وضعیت کرونا در ایران در سخنرانی ویدیویی برای نیروهای مسلح که برای شنیدن حرفای او یک جا جمع شدند. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. و این مثال برای شفاف کردن میزان خطرناک بودن این بیماری. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ سخنانی متفاوت از آنچه رهبر ایران بیش از 6 ماه پیش به زبان آورده بود. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانن با دعا، با توسلات میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. آیت الله خامنه ای اما به نظر نمی رسد توسل را برای گرفتار نشدن خود به این مشکل کافی بداند. بالاترین مقام کشور ماهاست از دیدارهای حضوری دوری می کند، در حالی که شهروندان برای کار و تحصیل مجبور به حضور در اماکن عمومی اند. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک. توصیه‌های بهداشتی در پی شدت گرفتن هرچه بیشتر سرایت بیماری. تنها در شبانه روز گذشته بنابر آمار رسمی شناسایی بیش از 3000 مبتلای جدید و جان باختن 177 نفر. مقام ها میگویند تقریبا همه استان ها در وضعیت قرمزند و در این میان شرایط استان تهران قرمزتر از دیگر نقاط ایران. بعضی آن را موج سوم نامیدند. بعضی هم میگویند موج برای توصیف این وضعیت واژه ضعیفی است. در بعضی از استان‌ها از جمله استان تهران به عنوان چهارراهی که محل پخش و انتشار بیماری میتونه باشه و هست، وضعیت مناسبی نداریم. شاید ما از موضوع موج گذشتیم، درگیر یک دریای طوفانی هستیم. متاسفانه در این شرایط که ما در بعضی از استان‌ها وارد موج سوم میشیم،
درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک پایین اومده. این یک هشدار و یک زنگ خطر برای ما هست. نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی تسامح به خرج میدیم. هر کسی خواست سفر میره، هیچ محدودیتی نداریم. بحث شتابی که در برخی از بازگشایی‌ها وجود داره، برابر اینا همه عواملی است که به نظر من نقش داره در شکل‌گیری موج سوم. همچنین انتقاد از رعایت نشدن مقررات بهداشتی در هیئت‌های مذهبی به عنوان علت دیگر شدت گرفتن بیماری. اینکه فاصله اجتماعی در بعضی هیئت‌ها رعایت نشد و عزاداری در محیط بسته بدون تهویه کافی برگزار شد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اما نگفت چه کسی مسئول بازگشایی مدارس، بازگذاشتن جاده ها و نبود نظارت بر چگونگی اجرای مراسم عزاداری در هیئت‌ها بوده. طی این سه هفته گذشته ما از 6200 رسیدیم به 7700 و الان 9600 ابتلا. خب این استان قم هست که می‌بینید یه شیب بلندی پیدا کرده و تقریبا از هفته قبل نگاه بکنید از 271 بستری تقریبا دو برابر شد. در نگاه بعضی اما این آمار و ارقام جای نگرانی ندارد. از جمله اینجا در مرز شلمچه درگیری با کسانی که می‌خواهند برای مراسم اربعین به کربلا بروند. برخلاف هشدارها که به دلیل شیوع کرونا عراق امسال زائر نمی‌پذیرد. آیت الله علی خامنه ای امروز خواستار رعایت تصمیم‌های ستاد کرونا شد. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن. توصیه به شکوه 6 ماه بعد از پیشنهاد توسل و تقدیر از مدیرانی که بالاترین مقام ایران فداکار میخواند. مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن. همان مدیرانی که منتقدانشان میگویند با تصمیم‌های اشتباه نه خود بلکه جان هزاران ایرانی را فدا کردند. دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. باران عباسی، بی بی سی. اما امروز روز جهانی آلزایمر. امسال به این مناسبت بی بی سی تصمیم گرفت به موضوع موسیقی و خاطره بپردازه. تحقیقات نشون میده که موسیقی باعث فعال شدن بخش احساسات و همچنین حافظه در مغز میشه و آهنگ‌های قدیمی میتونن یادآور احساسات و خاطراتی باشن که فرد در گذشته با آن موسیقی و آهنگ داشته. برای این پروژه از تهیه کنندگان برنامه‌های موسیقی در بی بی سی خواسته شده که گلچینی از ترانه‌های خاطره‌انگیز رو انتخاب بکنن. بهزاد بلور همکارم در استودیو به ما پیوسته. بهزاد سلام، خوش اومدید. مرسی، ممنون. یه ذره راجع به این که اصلا این پروژه چیه و چطور انتخاب کردی این موسیقی ها رو به اون؟ خیلی سخت بود. فکر کن ما ایرانی چه غیرت دین راجع به آهنگ، کدوم آهنگ، اصلا فارسی زبان با آهنگا خیلی خاطره داریم، به خصوص که تو زندگی خصوصیمون ما بیشتر هستیم تا دنیای خارج به خاطر شرایط. و خیلی سخت بود. چند ماه پیش با ما تماس گرفتن با کل زبان‌های مختلف بی بی سی و برای من یکی از کارهای بسیار سخت این بود که این انتخاب کنیم، چون هر کاری بکنیم مردم ناراضی خواهند بود، این چرا اینو نذاشتی اون نذاشتی. ولی در اصل انتخاب آهنگ بود که بین پدر بزرگ مادر بزرگا و نوه نتیجه ها باید بتونه برقرار بشه، یعنی آهنگایی که این نسل وجود داره. چنین چیزی وجود... نسل بتونه به هم ربط کنه خیلی سخته یه همچین چیزی، ولی وجود داره و بیشتر از طرف پدر بزرگ مادر بزرگا هدایت میشه. و خیلی از خواننده‌ها دقت کنن از یادها رفته، ما اصلا زمزمه دیگه نمی‌کنه آهنگاشون، مثلا منوچهر سخوی الان اسمش دیگه نسل من شاید یادش به شما هم یادتون نخواهد اومد، یا ویگن دیگه کمتر آهنگاشو میخونن، یا وفایی. و واسه همین خیلی برای من سخت، من نشستم و یادم اومد دهه 50 با پدر مادر چه آهنگایی که بنان یادم اومد. همینجوری یه مقدار خاطرات شخصی بود که عکساشون اینجا داریم می‌بینیم. آقای بنا حتی محمدرضا شجریان هست، یعنی ما سعی کردیم موسیقی اصیل ایرانی تا موسیقی پاپ و حتی پاپ قدیمی محلی رو توی این سری جا بدیم و خیلی کار سخت بود. مثلا انتخاب بین آهنگ همسفر ستار یا گل سنگم ستار، چون ما مثلا از هر یه خواننده یه آهنگ بعد بذاریم و اینا خیلی تعداد نیاد، خیلی کار سخت بود. فکر می‌کنید کدوم انتخاب کردیم؟ گل سنگم یا همسفر؟ بله، دقیقا اصلا این آهنگ دوست ندارم. مثلا خیلی
خلاف میلم رفتیم، یا آهنگ جمعه فرهاد رو انتخاب کردیم از آقای مهند چون و آهنگی که انتخاب کردیم از دهه سی ایران که میون مورک زرابی هست تا آخر دهه 60، چون از اونتر جلوتر میرفتیم یه کسایی که ممکنه دچار فراموشی باشن مثل بنده دیگه اون گوره سنی نبودم، مثلا تا آخر دهه 60 آهنگا رو انتخاب کردیم، بیشتر از اون نرفتیم و امیدوارم که مردم هم خوششون بیاد و این لیستی رو درست کردیم که تا آخرهای هفته تو وبسایت بی بی سی و در اینستاگرام اعلام خواهیم کرد حتما. خیلی کوتاه برنامه از اینجا به بعد چیه؟ از اینجا به بعد همینه که مردم بیان در آخر هفته این لیست رو ببینن که متأسفانه فینگلیش مجبورشون بنویسن چون تو کل بی بی سی بعد پخش میشد و بعد لیست خودشون رو بگن، بگن ما با اینا خاطره داریم، با اینا الان حرفامو داریم میگذرونیم و خودشون اعلام کنن تو اینستاگرام ما چه آهنگای خودشون خاطره دارن و باعث برقراری ارتباط بین نسل‌های بزرگترها و کوچکترها بشه. خیلی هم عالی، بی‌صبرانه منتظریم که بیشتر بشنویم درباره این پروژه. برای همین پروژه ترانه‌ها و خاطره از بینندگان خواستیم که آهنگ‌های خاطره انگیزشون یا خانواده‌شون رو بخونن یا بنوازند و برای ما بفرستند. گلچینی از کلیپ‌هایی رو که به دست ما رسیده با هم ببینیم. عاشقم من، عاشقی بی‌قرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزو جز تو در دل ندارم. مادر من آلزایمر داشت، سال گذشته از پیشمون رفت، معلم بازنشسته بود، ته صدایی داشت و عاشق پروین و دلکش. سالهای آخر عمرش موسیقی یکی از راه‌های ارتباطش با دنیا بود، حرف زدن عادی فراموشه شد، اما ترانه عاشق من رو میخوند. چاره گردن بلورا عید اومد بهار اومد من از تو دورم، خب تو خواهم عهد عشق بسی وفا کنی یاد ما. پدرم اون موقع بروجرد بودن و برای ماموریت کاری اونجا بودن و مامانم احفاظ بودن و پدرم این آهنگ رو چون که شب عید دور بوده از مامانم درخواست کرده که براش پخش بشه و این آهنگ رو تقدیم کرده به قول خودش به اختر، چون اسم مامانم اختره. مامانم متاسفانه بعد از فوت پدرم حدود 10 ساله که بعد از سکته مغزیشون بستری هستن و قادر به راه رفتن نیستن و تمام این سالها خواهر کوچکی هم ازشون نگهداری میکنه. بیشتر وقتا مامانو وادار میکنن که همراه باش آواز بخونن که هم اینجوری کمک کنن که حافظش تجدید بشه و همین که یه مقدار اوقاتو براش بهتر کنن. من بقیه چه بلد نیستم. الان قربونت برم. همینش هم عالی بود. قبلش شوهرم و هر دو دوست داشتیم، عاشق هم بودیم، منتها یه چیزی پیش اومد که نتونستیم با هم ازدواج کنیم یا با هم باشیم، ولی بعدش به قول معروف که دیگه دوباره رسیدیم به هم. هر دومون عاشقی ترانه بودیم که بردی از یادم دیگه تموم شد و رسیدیم به یکی دیگه نبردی از یادم. متاسفانه شوهر من حدود 5 سالم هست که فوت کرده و من برای 3 هفته فوتش همین ترانه رو خوندم. ای خدا، ای خدا، از توی آسمونا. اکثر آهنگای عارف رو تو جوانی از بر بودم، عاشقش بودم، هستم و این آهنگ بیشتر تو زندگی مشکلی برام پیش می اومد، گرفتاری و ناراحت بودم، زمزمه می کردم، به من تسکین می داد. هنوزم همینطور. ای خدا حرفی بزن
اگه گوشت به منه. پدرم آهنگ تمام دنیا یک طرف خانم مهستی رو برای دخترم میخونه و دخترم تقریبا یاد گرفته. ارتباطشون با واتساپ از راه دوره، ولی خب عشق و مهربونی که مسافت سرش نمیشه. ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم. ترانه دستای تو منو یاد مادرم میندازه. این آهنگو دوست داشت و وقتی با گیتار میزدم با من زمزمه میکرد. شب قبل از عملش خیلی این آهنگو گوش میدادم. الانم اون بیتش که میگه من که باور ندارم اون همه خاطر مرد، عاشق آسمون پشت یک پنجره مرد، منو یاد اون میندازه. من که باور ندارم اون همه خاطر مرد، عاشق آسمون پشت یک پنجره مرد. دکتر برنا بونکدارپور، متخصص عصب‌شناسی در دانشگاه نورث وسترن از شیکاگوی آمریکا با ما هستند. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که تأثیر موسیقی و خاطرات مرتبط با موسیقی چطور میتونه به افراد مبتلا به آلزایمر کمک کنه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی متشکرم که از من خواستیم که نظر بدم در این مورد. رابطه بین موسیقی و بیماری های زوال عقل یا خرد فرسودگی و آلزایمر خیلی جالب هست. در طول مدت اول این بیماران حافظه کوتاهشون از دست میدن، به حافظه دراز مدت هنوز دست نخورده باقی میمونه، ولی به تدریج حافظه لغوی یا واژگانی دراز مدت از دست میره. ولی تحقیقات نشون داده که حافظه موسیقی تا حتی آخرین مراحل بیماری آلزایمر و بیماری زوال عقل هنوز دست نخورده است. برای همین توی مواردی که الان نشون دادین خیلی جالب بود که میبینین افرادی هستن که ممکنه نتونن ارتباط برقرار کنن از طریق واژگان، ولی وقتی برایش موسیقی که میشناسن یا زمان جوانیشون گوش دادن بهش گوش میدن، اصلا زنده میشن، شروع میکنن به خوندن، شروع میکنن به رقصیدن. و این دکتر هر موسیقی این اثر رو داره یا اینکه باید موسیقی مشخصی باشه؟ موسیقی که معمولا در این موارد به کار میره باید موسیقی باشه که شخص در زمان جوانیش با اون آشنا بوده باشه و بزرگ شده باشه. به خاطر همین ما اگر که بخوام به عنوان موسیقی درمانی استفاده بکنیم این موارد رو و این ترانه ها رو، معمولا به صورت استاندارد از بیماران یا همراهاشون یا خانوادهشون میپرسیم که چه نوع موسیقی رو دوست داشتن که همون رو استفاده بکنن. ممکن حتی موسیقی باشه که زمان جوانی یه فردی گوش داده باشه و از اون خوشش نیاد و با خاطرات بد همراه باشه و در این موارد بعد از اون ترانه های خاص یا قطعات خاص اجتناب کنید. شما خودتونم تحقیقی در این باره انجام دادید، میشه درباره نتایج تحقیقتون به ما بگید؟ بله، ما نزدیک 3-4 ساله الان من با دو تا گروه مختلف دارم کار میکنم که در خانه های سالمندان با بیماری های آلزایمر ما کار میکنیم با موسیقی درمانی. و معمولا طریقه ای که بهش روی کرد میکنیم اینطور هستش که اول از با خانواده یا خود بیمار مصاحبه میکنیم تا ببینیم که چه نوع از موسیقی رو و از چه زمانی خوششون میاد، و معمولا به صورت گروه درمانی پس از یه مقدار آموزش با فردی که باشون هست، یعنی دو نفر معمولا هستن، خود بیمار و همراهشون یکی افراد خانوادهشون، بعد یک گروه موسیقی مجلسی معمولا
موسیقی هایی که افراد دوست دارن براشون به مدت 45 دقیقه اجرا میکنن و این هم به صورت موسیقی شنیداریه، یعنی که فقط لذت ببرن از شنیدنش، هم همین که میتونن باش شروع کنن به خوندن، یا اینکه بهشون سازهای کوبه ای میدیم که شرکت بکنن و به اصطلاح خودشون رو بیان بکنن از طریق موسیقی. و اون چیزی که ما دیدیم این هستش که در مراحل خیلی پیشرفته آلزایمر و زوال عقل، افراد از طریق واژگانی نمیتونن با یکدیگر ارتباط برقرار بکنن و این خب خیلی سنگین هست واسه افراد خانواده. ولی همین افراد وقتی که با براشون موسیقی میزنیم میبینیم که شروع میکنن با هم به رقصیدن، شروع میکنن با هم به خوندن و این خیلی تاثیر میذاره در روابط بین فردی که زوال عقل داره و افراد خانواده. و این باعث میشه فردی که زوال عقل داره و در حقیقت گمگشته است در زمان و مکان، وقتی که موسیقی آشنا رو میشنوه احساس میکنه که در یه محیط آشنا هست و از اون طریق میبینیم که اضطراب ها و آشفتگی هایی که با این موارد پیشرفته بیماری همراه هست از بین میره. بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر برنا بنکدارپور، متخصص عصب شناسی با ما. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همچنین کانال یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.